د افغانستان د اقتصادي بریا او پرمختګ په نوم دغه نندارتون چې له تیرو څلورو ورځو را په دې خوا په لاره اچول سوی و نن یې وروستۍ ورځ ده. په همدغه نندارتون کې څلور سوه غرفې کې تولیدي محصولات نندارې ته وړاندې شوي وو چې له ډلې یې یو سل پنځوس غرفې میرمنو ته ځانګړې شوي وې. د همدغو میرمنو له ډلې یوه هم میرمن نسرین ده چې له مزار شریف څخه همدلته راغلې او خپل محصولات او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. میرمن نسرین وایي چې په همدغه نندارتون کې لسګونه قراردادونه له شرکتونو سره وکړو ترڅو د دوی تولیدات او لاسي صنایع له هیواد نه بهر انتقال کړي. د دې تر څنګ یو شمېر نور میرمنې بیا د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوي ترڅو دا ډول نندارتونونه په لاره واچوي او دوی خپل لاسي صنایع او تولیدات نندارې ته پکې وړاندې کړي. ما تجارت فهمیدیم، ما فهمیدیم مثلا سابق جور میکردیم، سودا میکردیم، نمیفهمیدیم پس انداز چی است. ما یک کتابچه یادداشت پیش خود گرفتیم که ما چقدر فایده میکنیم، چقدر نقص میکنیم. قرارداد خیلی قراردادها شد، قراردادها شد کسایی که مثلا ما را میخواه یک قرضه بده بدون سود که ما میکار خود پیش ببریم. بسیاری کسا همراه ما قرارداد کرده و دفترم بر ما اینمی وعده را داده که ما میتونیم که در شما همینجا یک نمایندگی جور کنیم که شما محصولاتتان را بیارین به فروش برسانه. تاثیرات مثبت داره به خاطر که ما اینجا میتونیم محصولات خود در نمایش بانیم و همراه شرکت ها قرارداد بگیریم، قراردادی بگیریم و دیگه همه فرهنگ خود رشد بتیم و دیگران نشان بتیم که ما میتونیم، ما خانما که میانه تجارت یک تجارت ما خود ما پیش برده میتونیم. لطیرو هغو سره د اوسنی نندارتونونو توپیر پیدا کیده چې د لری پرتو ولایتونو سوداګرو او میرمنو هم پکې ګډون درلود او په خبره یې په دې نندارتون کې د کاروبار د ودې په اړه مهم مهارتونه یې زده کړل. دوی له اوسنی نندارتون په تجربې له سرپرست حکومت غواړي چې د میرمنو او په ټوله کې د وړو کاروبارونو د ودې لپاره دي په کور دننه او بهر ورته نور نندارتونونه هم دایر کړي. امی کاروبار ما اگر توصیه پیدا کنه برای خانوما خیلی تاثیرات مثبت را داره. میتونه خانوم ها از امی طریق دستموزی پیدا کنه تا بتونه امی نیازهایی که در فامیل داره امور را رفع بسازه. و امی حال ببینین در خانوم ها در افغانستان زمین کار مساید نیسته. اگر ما را حمایت کنن ما بتونیم کاروبار ما را کلان کنیم بیشتر خانوم ها صاحب کار میشه، صاحب شغل میشه. خب ما امروز یک از شرکت ها بود که قرارداد کردیم. خب با ما هم لباس های گند افغانی که هستن با اینا قرارداد بسته کردیم که برشان تولیدی جور کنیم و نام بفروش برسانه. خاص ما از دولت و امارت اسلامی همی است که همچنین نمایشگاه ها را بیشتر در ولایت افغانستان برگزار کنن تا هم بتوانن از صنایع دستی خود افغانستان استفاده کنن و از خارج چیز استفاده نکنن. لدې سره د نندارتون مسؤلان وایي چې له پیل تر څلورمې وروستۍ ورځې له دې نندارتون شاوخوا اتیا زره کسانو لیدنه کړي او د توکو پر پلور سربیره سوداګرو او شرکتونو د خپلو کاروبارونو د ودې لپاره خپلمنځي هوکړې هم کړي دي. از روزی که برگزار شده، البته امروز روز آخرش است، بیش از 80,000 نفر دیدن کرده از هموطنان عزیز ما از شهر کابل و یک تعداد شرکت های ما فروشات و قراردادهای داشتن، خصوصا بخش خانما، لباس، صنایع دستی و بخش های مختلف. ما به تلاش از این هستیم که نمایشگاه های دیگه قرار است به ولایت ها مثل جلال آباد نمایشگاه پیش روی داریم، مزار شریف داریم، ان قریب باز دوباره در کابل نمایشگاه را داریم. ان شاءالله که نمایشگاه متعدد پشت سر هم است. تر اوسه د سوداګرۍ او صنعت وزارت چارواکو په نندارتونونو کې د لاسلیک شوو قراردادونو د ارزښت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو له دې وړاندې د دې وزارت سرپرست ویلي و چې د ورته نندارتونونو په جوړولو سره هڅه کوي کورني محصولات خلکو ته معرفي او ورته د پلور زمینه برابره کړي.